جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. با سلام و درود و آرزوی سلامتی شما عزیزان، برنامه امروز را آغاز می کنیم و امیدواریم خانه و کاشانتان آباد باشد و دلتان همیشه شاد. اینجا رادیو مهر است و من جاوید حسینی با برنامه کاشانه مهر در خدمت یکایک شما عزیزان شنونده خواهم بود. کاشانه مهر برنامه است که در آن از مسائل مهم خانه‌داری، همسرداری، مسائل بانوان، تربیت فرزند و شاد زیستن و شاد بودن سخن می رود. با ما همراه باشید. شخص نزدی حکیم و دانشمندی رفت و به او گفت: من می خواهم مال و ثروت زیادی داشته باشم و با آن برای زن و فرزندم زندگی آبرومندانه تهیه کنم و برای خیشاوندان و همسایه ها و فقیران کمک کنم، در محله امان بیمارخانه بسازم. آیا من با این کارم دنیا دوست به شمار می روم؟ حکیم جواب داد: نه، تو یک انسانی آخرتگرا و عاقبت بخیری هستی، زیرا برای بهبودی زندگی و معیشت زن و فرزندت تلاش میکنی و پول حلال به دست میآوری. تو میخواهی ثروت زیادی داشته باشی تا به وسیله آن به فقیران و نیازمندان کمک کنی، برایشان سرپناه بسازی. اینها همه آخرتگرایی است. اما دنیا دوستی این است که تو برای دنیا و مال و ثروت همه ارزش ها را زیر پا گذاری. عزیزان شنونده، برنامه امروزی کاشانه مهر را اختصاص می دهیم به موضوع دنیا دوستی و دنیا طلبی و می خواهیم به جواب این سوال ها برسیم که آیا دنیا طلبی کار خوب و پسندیده است یا نه؟ علاقه طبیعی به مادیات در نهاد هر انسان وجود دارد، اما آن چی خطرناک است فریب خوردن از زینت ها و جلوه های آن و عدم کنترل دلبستگی هاست. در حقیقت انسان دارای دو دنیا می باشد، یکی دنیای پسندیده و دومی دنیای ناپسند و مذموم. اما دنیای پسندیده و مطلوب آن است که باعث به دست آوردن فضیلت‌های انسانی و ساختن زندگی سعادتمند ابدی می شود و در مقابل دنیای ناپسند و مذموم حالتی است که انسان دلبسته و فریفته دنیای شود که منشأ تمام فسادها و خطاهای انسانی است. البته خود دنیا و نعمت‌های آن نمی تواند شر باشد، زیرا آن مخلوق و آفریده خداوند است و خداوند حکیم کاری بیهوده نمی کند. پس دنیا نمی تواند به خودی خود بد و شر و قبیح باشد، بلکه عکس العمل انسان در برابر نعمت های آن می تواند خوب و پسندیده باشد و
و یا مذموم و ناپسند. در روایات آمده است دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده است، نه برای رسیدن به خود دنیا. پس می توان نتیجه گرفت که دنیا از آن لحاظ مذموم و ناپسند است که دلبستگی های انسان به آن باعث دور شدن از قرب الهی می شود و فضیلت های انسانی را از بین می برد. و هرچی این دلبستگی بیشتر باشد، حجابی بین انسان و خداوند بیشتر می شود و به همان اندازه شخص فضیلت های خوب انسانی خود را بیشتر و بیشتر از دست می دهد. اما اگر نگاه همان به دنیا به عنوان سرای آزمایش باشد و آن را گذرگاه بدانیم که ما را به آخرت می رساند و به عنوان وسیله نگاه کنیم نه به عنوان هدف، در این صورت دنیا چیزی خوب و مفید به شمار می رود. بر اساس این نگاه دنیا پول است که ما را از صراط سالم می گذراند. شنوندگان عزیزی برنامه کاشانه مهر، صحبت های ما را از بخش صدای خانواده در مورد دنیا دوستی و دنیا گرایی می شنوید. انسان چون در عالم طبیعت زندگی می کند، به صورت طبیعی محبت مادیات در قلب او وجود دارد و از سوی دیگر این عالم را محل عیش و عشرت خود می داند و مرگ را سبب جدایی از این نعمت ها می شمارد. بنابراین گاهی وقتها علاقه بیش از حد انسان به زن و فرزند بیش از هر چیز مایه دلبستگی او به دنیا می گردد. بنابراین فراموش نکنیم که زینت ها و جلوه های مادی مقدمه غفلت از آخرت است. در روایت آمده است حب دنیا سرچشمه هر خطا و اشتباه است. پس آنجا که دنیا مذموم و ناپسند خوانده شده است، منظور محبت قلبی به آن است، چرا که هرچی دلبستگی شخص به آن بیشتر باشد، حجابی بین او و پروردگار غلیظتر خواهد بود. دل سپردن به کالاها و امکانات مادی و شیفتگی نسبت به آنها و علاقمندی به صفات دنیوی همچون ریا، سوئیزن، حسد، کینه، کیبر، دوست داشتنی مدح و سناگوی ها و تفاخر و تکاسر و فخر فروشی هایی که باعث فراموشی خود و خدای خود است به معنای دنیا دوستی است و عمل مذموم و ناپسند دانسته می شود. حضرت علی گفته اند مردم در این دنیا دو دسته اند، یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند و دیگر آن که خود را خرید و آزاد کرد. هوای و هوس و لذت‌های دنیوی باعث می‌شود که انسان به آن گرایش و محبت پیدا کند و باعث خودخواهی انسان شود. حاصل دنیا دوستی چیزی نیست مگر غوطه‌ور شدن در گناهان و خارج شدن محبت الهی از دل انسان، چرا که در یک دل دو عشق نمی‌گنجد. خداوند حکیم در جای جای قرآن خطر دنیا را به انسان گوشزد می کند. از جمله در سوره انعام آیه 32 که می فرماید زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. بنابراین راه رسیدن به رستگاری مشغول نشدن به دنیا و بازی های آن است. چرا که هر کس مشغول بازی و سرگرمی شود،
از توجه به خیش باز می ماند. همدیاران ارجمند، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و برای شما عزیزان سلامتی و تندرستی، دنیای پسندیده، زندگی آسایشته و سرشار از شادی را آرزو داریم. برنامه کاشانه مهر تهیه شده در بخش صدای خانواده. تهیه کننده بانو سیده عبدالله زاده، صدا بردار و تدوینگر علیشر همت زاده و مجری برنامه جاوید حسینی. اگر تا به امروز برنامه های ما مورد پسندتان بود، ما را به دوستانتان معرفی کنید و در یوتیوب کانال رادیو مهر آبونه شوید و یادتان نرود که زنگوله را بزنید تا پادکست ها و برنامه های جدید رادیو مهر را بشنوید. شنوندگان گرامی، همه شما عزیزان را به خداوند ممنون می سپاریم و تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده، می توانید به واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org